با نام و یاد خدا سلام بر شما. بر رویدادهای خبری این ساعت از ژوندون خوش آمدید. در آغاز مهمترین عناوین اخبار. هشدار ایران در مورد آب دریای هلمند. ایران میگوید اگر افغانستان با آنها آب ندهد ممکن بر روابط آنها تاثیر منفی نماید. افغانستان مکلف ده چی ایران تا به هر ثانیه کشپگش متر مکعب اوبو ورکی. دوام قتل‌های هدفمند در کشور. سیاسون میگویند امارت اسلامی به زندگی علمان دین توجه جدی داشته باشد. امارت اسلامی افغانستان ده مسئولیت لري چې څومره زر کولی شي د داسې هدفي وژنو لاس ونیسي. مرگ و میر ناشی از سیلاب‌های اخیر. در یک ماه گذشته 300 تن در اثر سیلاب‌ها کشته و زخمی شدند. و در اخبار جهان خواهید دید که در موضوع تبادل زندانیان میان ایالات متحده و روسیه پیشرفت صورت نگرفته است. جزئیات بیشتر خبر من آرزو سادات هستم. ایران ها به هلمند را حق خود می داند و می گوید اگر حق آنها داده نشود روی روابط آنها با امارت اسلامی تأثیر منفی خواهد گذاشت. آژانس خبری فارس گزارش می دهد که وزیر خارجه ایران در یک تماس تلفنی به امیرخان متقی هشدار می دهد اگر مسئله سهم ایران از آب دریای هلمند حل نگردد روی روابط و همکاری های این کشور با افغانستان تأثیر منفی خواهد گذاشت. بر اساس گزارش خبری آژانس فارس ایران، حسین امیر عبدالحیان وزیر خارجه ایران با امیرخان متقی وزیر خارجه امارت اسلامی در یک تماس تلفنی هشدار داده است اگر سهم آب دریای هلمند روشن نگردد روی روابط این دو کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت. اگر در دریای هلمند مسئله سهم آب ایران به طور جدی و عاجل حل نگردد روی روابط هر دو کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت. آژانس خبری فارس به نقل از امیرخان متقی میگوید که آنها به سهم آب ایران متحد هستند، در صورتی که آب کافی وجود داشته باشد آنها به ایران میدهند. امارات اسلامی حق ایران را به رسمیت میشناسد، در صورتی که دریا آب نداشته باشد چگونه سهم آنها را بدهند؟ در همین حال تحلیلگران میگویند افغانستان بر اساس توافقنامه‌ای که با ایران کرده است مجبور است آب مشخص شده را برای ایران بدهد و در این اواخر مسئله آب میان هر دو کشور شکل بسیار پیچیده‌تر را به خود گرفته است. شول افغانستان مکلف ده چی ایران تا په هر ثانیه کشپگش متر مکعب اوبه ورکړي چې دا په کال کې 850 میلیونه متر مکعب اوبه راځي. د دې تړون پر بنسټ په دې کې شک نشته چې ایران د هلمند په اوبو کې یو حق لري، خو په دې ټولو کلونو کې اوبه اوس د ایران او د افغانستان ترمنځ یوه ډېره لویه مهمه مسله ګرځېدلې ده او ایران له هغه څخه زیات اوبو ته اړتیا لري چې تړون یې غواړي. قرار است در پی تلاش های طرف های ایرانی یک هیئت بلند پایه به رهبری وزیر انرژی و آبان کشور و کابل بیایند. بر اساس توافقنامه سال 1973 که میان افغانستان و ایران به امضا رسیده بود باید همه ساله به ایران 827 میلیون متر مکعب آب داده شود، اما در صورتی که در آب دریای هلمند آب کافی وجود داشته باشد. یک عالم دین در کنر به قتل رسید. روز گذشته در ولایت کنر افراد مصلی یک عالم دین را که از امارت اسلامی حمایت میکرد در اثر شلیک گلوله به قتل رساندند. کارشناسان سیاسی میگویند عالمان دین چراغهای جامعه هستند و امارت اسلامی باید توجه جدی به عالمان دین داشته باشد و عاملان همچون رویدادها را باید به دست قانون و به پنجه قانون بسپارند. ادامه قتل‌های هدفمند در افغانستان. قتل‌های هدفمندانه در کشور افزایش یافته است. با تحولات اخیر مقامات امارت اسلامی بارها گفته است که امنیت سرتاسری تامین است، اما قتل‌های هدفمندانه ادامه دارد. روز گذشته افراد مسلط در ولایت کنر اسرائیل صاحبزاده حنفی یک عالم دین را که حمایت از امارت اسلامی میکرد با گلوله به قتل رساند. تحلیلگران میگویند عالمان دین چراغ‌های روشن جامعه هستند، وظیفه امارت اسلامی است که از عالمان دین محافظت نمایند. بنابراین حکومت ها خصوصا حکومت حاکم فعلی وظیفه داره که از زندگی علمای دینی، علمای کرام حفاظت کنن و سبب نشن که این علما به خاطر عقاید یا موجگیری های فقهی و یا سیاسیشان مورد حمله قرار بگیرن. در همین حال تحلیلگران قتل عالمان دین را به ضرر کشور می دانند و تاکید دارند که حکومت سرپرست جلوی این قتل ها را بگیرد. آنها افزودند امارت اسلامی میکانیزمی ایجاد نماید که زندگی عالمان دین در آن محفوظ بماند. دی علما و هدفی وژل، خصوصا بکنر که دی سلفیان وژل، دا دی افغانستان دی ملی منافع و پر خلاف دی.
امارات اسلامی افغانستان د ده مسئولیت لري چې څومره زر کولی شي د داسې هدفي وژنو لاس ونیسي او هغه یو اسلامی او شرعي محکمې ته حاضر کړي. امارات اسلامی افغانستان دی باید په دلته څومره زر کولی شي داسې یو میکانیزم د جوړ کړي چې هغه میکانیزم تر سوري لاندې د افغانستان علما دي خوندي پاتې شي. این در حال است که قبل از این نیز در ولایت کنر یک عالم دین به گونه مرموز به قتل رسیده بود که واکنش های داخلی و خارجی را به همراه داشت. تلاش کردیم در مورد قتل های هدفمندانه نظر امارت اسلامی را نیز با خود داشته باشیم، اما با تلاش های مکرر موفق به این کار نشدیم. در یک ماه گذشته از اثر سیلاب ها 272 تن کشته و زخمی شدند. مسئولین وزارت مبارزه علیه حوادث طبیعی در یک کنفرانس خبری میگوید که از اثر سیلاب ها در یک ماه گذشته 120 تن کشته و 152 تن زخمی شدند. این وزارت میگوید در کنار هزاران خانه، هزاران جریب زمین زراعتی نیز تخریب شده است. آنها از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد میخواهند که در این بخش توجه جدی نماید و با افغان های سیلاب زده کمک کنند. اخیراً در 21 ولایت کشور بارندگی‌های غیر فصلی رخ داده است و در جریان سال جاری علاوه بر تلفات جانی خسارات مالی سنگینی را به همراه داشته است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی دستاوردها و مشکلات با برنامه‌های آینده خود را در مرکز رسانه‌های ماه گذشته با رسانه‌ها در میان گذاشت. وزارت مبارزه علیه حوادث طبیعی در این کنفرانس می‌گوید که در یک ماه گذشته به اثر سیلاب‌ها در کشور حدود 120 نفر کشته و 152 نفر مجروح شدند که چگونه هزاران خانه به طور نسبی یا کامل تخریب شده است. سیلاب و دوجه او زخمیان 125 او کورونه شکم تخریب شوی 3900 کوره ویجار شوی زیانمن شوی خو کلی وجوزی او داسې زراعتی زمکی په زرها ودی که هغه باغ وي که دغه زراعتی زمکی وي او کوم چې لاری پر لاری دي هغه په سوه وي چې کلی تر کلی، کلی تر ولسوالی، ولسوالی تر مرکزه او هم داسې عمومي سړکان چې درې ځایه څلور ځایه عمومي سړکان کوم ولایتو کې دغه سوي دي چې هغه هم لاری بندې سوي وي چې هغه کې دا د وردګو سړک او هم داسې مرکزی سړک د جلال آباد تر کابله دا هم عمومي سړکان هم داسې سوي وه نو دغه و چې کاریزونه و چینې وې او هم داسې حیوانات په زرهاو باندې تلف شوي دي دا تر دغه ننه پورې دغه اوس. در همین حال در چهار ولسوالی زلزله زده از سوی اداره احصای وزارت مهاجرین، وزارت حوادث طبیعی و صلیب سرخ غردا از نو سروی صورت خواهد گرفت. دغه پروژه یا پروسه چې د سروي دپاره په څلورو ولسوالیو کې لکه ګیان دی، برمل دی، زیړوک دی او سپیرا چې د خوست مربوط دی دلته به په اساسي توګه د سره سروي کیږي چې دغه څلور ادارې د دې دپاره موظفه شوي دي چې دا د احصایي اداره دی، د مهاجرینو وزارت دی، د حوادث وزارت دی او د افغان سره میاشت دی چې دوی به په شریکه د بهرنیو موسساتو سره دلته په اساسي توګه سروې ترسره کوي. آنها از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد میخواهند که از نهادهای خیریه جهان بخواهند تا با سیلاب زدگان کشور کمک کنند. نړیوال ټولنه زموږ دا غوښتنه ده چې د هغو کمکونو څخه ترڅنګ چې هلته بیا رغونه ده او دویم قدم دی هغو ته یو کمیسیون زیات شوی دی د هغه د کورو بیا رغونه ده یا شارک ورته جوړول دي هغه هر ولسوالۍ ته د هغو سره په څنګ کې دغه پیښه چې د اوس د سیلابو ده او دغونه کورونه زیانمن شوي دي، شهیدان شوي دي او اوس هم جریان لري او خلک د سخت مشکلاتو سره مخ شوي دي د ملل متحد او د نړیوالې ټولنې څخه مو دا غوښتنه ده چې دغه کورو د رغونې په څنګ کې دغه کې باید دې ته ښه پوره متوجه شي او ځکه چې او په نورو مرستندوی ادارو باندې موسساتو باندې هم غږ وکړي، په هغه ګورانو باندې هم غږ وکړي چې هغه بشردوستانه مرستې نور دوام پیدا کړي، ځکه چې دغه ناورین سره چې اوس افغانستان د سیلابو په وخت کې ورسره مخ شوی دی اوس دا یقیني ده زموږ تر توان وتلی او دا هغه شی چې موږ رسو هغه واقعاً کې پایت نه کوي. گفتنی است که امروز و فردا اداره هواشناسی افغانستان در مورد بارندگی، سیلاب و ورزش بادها در بدخشان، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، کابل، میدان وردک، غزنی، زابل، قندهار، لوگر،
پکتیا، خوست و پکتیکا هشدار داده است. محل بادهای شدید و گرد و غبار را نیز پیش بینی کرده اند. با گفته این ریاست درجه بارش ها در مناطق مختلف از 10 میلیمتر الی 40 میلیمتر خواهد بود. انفجار روز گذشته در میدان کرکت بورد در داخل و بیرون از کشور با شدیدترین الفاظ محکوم شد. به شمول بازیکنان ملی کرکت افغانستان، حامد کرزای و عبدالله عبدالله انفجار روز گذشته میدان کرکت را به شدیدترین الفاظ محکوم کردند و آن را جنایت ضد بشری یاد کردند. و از مقامات مسئول میخواهند کاملین این رویداد را به چنگ عدالت بسپارند. شمار از بازیکنان کرکت گفتند که این گونه رویدادها کرکت را بیشتر قوی خواهد ساخت. اما شمار دیگر میگویند که کرکت بازی عشق است و هر گونه اختلال و مزاحمت را در آینده محکوم میکنند. پس از ظهر دیروز در جریان دیدار تیم‌های پامیر زلمی و بند امیر در لیگ ششم کرکت، انفجار در بین تماشاگران رخ داد که بر اساس اطلاعات دریافتی 13 نفر در این انفجار مجروح شدند. این رویداد از سوی حامد کرزی و والی پیشین افغانستان رئیس شورای عالی آشتی ملی به شدت محکوم شد و آن را جنایت علیه بشریت خواندند. من انفجار در استادیوم کرکت کابل که در اثر آن شمار از شهروندان ما زخمی شدند شدیداً محکوم میکنم. من این اقدام تروریستی را جنایت علیه بشریت مینامم و از خداوند برای قربانیان این حادثه غم انگیز دعای صحتمندی کامل میکنم. همزمان با آن رامز الاکبروف معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و هماهنگ کننده کمک های بشری در افغانستان نیز انفجار دیروز در میدان کرکت بورد را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده و از مقامات خواست که عاملین این رویداد را به چنگ عدالت بسپارد. من حمله وحشیانه بعد از ظهر گذشته بر استادیوم بین المللی کرکت کابل را شدیداً محکوم میکنم. حمله به مردم و اماکن ورزشی قطعا من است. من خواستار تحقیقات کامل و شفاف هستم. عاملین این حادثه باید به دست عدالت سپرده شوند. در همین حال شماره از بازیکنان کرکت این حمله را غم انگیز خوانده و می افزایند که این اقدامات کرکت افغانستان را تغییر دادن نمی تواند، بلکه بیشتر از گذشته قوی تر می شوند. کرکت در افغانستان نشانه عشق، اتحاد و خوشی است. این اقدامات کرکت افغانستان را تغییر داده نمیتواند، بیشتر از گذشته قوی تر خواهد شد. انفجار دیروز در استادیوم جهانی کرکت در کابل درد آور و غم انگیز بود. برای زخمیان رویداد از دربار الله متعال خواهان شفای عاجل هستم. اما شمار دیگر این انفجار را آزاردهنده میدانند و میافزایند هر گونه مشکلات و مزاحمت ها در آینده باید محکوم شود. انفجار در میدان کرکت بسیار غم انگیز و آزاردهنده بود. برای زخمیان از دربار الله متعال خواهان شفای عاجل هستم. کرکت بازی عشق و اتحاد ملی است. هر گونه مشکل و مزاحمت در آینده باید محکوم شود. قابل ذکر است که مسابقات لیگ ششم کرکت از 18 جولای 2022 در استادیوم بین المللی کرکت کابل با حضور تیم‌های قهرمان آغاز شد و امروز تمامی بازی‌ها بر روال عادی خود ادامه دارد. وزارت خارجه بریتانیا تایید می‌کند که در عملی کردن برنامه خروج و تخلیه از افغانستان یک سلسله خالیگاه‌ها و اشتباهات وجود داشت و این مسئله دروازه را بر روی بسیاری از افغان‌هایی که به بریتانیا کمک کرده بودند می‌بندد. مقامات بریتانیایی می‌گویند که وزارت خارجه نمی‌خواهد به افغان‌ها امید کاذب برای ورود به بریتانیا بدهد. وزارت خارجه بریتانیا گفته است قضاوت بسیار مشکل است که گفته شود تمام افغان‌هایی که در مؤسسات غیر دولتی و یا برنامه‌های ملکی بریتانیا در افغانستان دخیل بودند، مانند مؤسسه بریتیش کنسل، واقعا از سوی امارات اسلامی به تهدید روبرو می باشد. به گفته این مقامات بیشتر کسانی که در خطر می باشند که از نگاه امنیتی به بریتانیا کمک کردند. وزارت خارجه بریتانیا همچنان در مورد کندی روند دوسیه های مهاجرینی که به این کشور رفتند نیز سخن می گوید. به گفته مقامات این وزارت دلیل کندی این است که یک تعداد زیاد درخواست های پناهندگی رد شده و دعواهای حقوقی زمانگیر می باشد. احتمال وقوع بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب در 14 ولایت. اداره هواشناسی از احتمال وقوع بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب ها در برخی از مناطق کشور هشدار داده است. این اداره امروز با نشر یک اطلاعیه گفته است که احتمال وقوع بارندگی و سیلاب ها تا پایان روز یکشنبه در 14 ولایت وجود دارد. بر اساس اطلاعیه
احتمال بارندگی و سیلاب در ولایت‌های بدخشان، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، کابل، میدان وردگ، غزنی، زابل، کندهار، لوگر، پکتیا، خوست و پکتیکا وجود دارد. اداره هواشناسی همچنان از احتمال وزش بادهای شدید همراه با گرد و خاک با سرعت بین 20 تا 90 کیلومتر در ساعت در ولایت‌های بلخ، هرات، فرا، کندهار، نیمروز و هلمند خبر داده است. این در حال است که سیلاب‌های اخیر در کشور تلفات و خسارات به مردم وارد کرده است. دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود گفته است که افغانستان شاهد جدیدترین بحران حقوق زنان در سطح جهان است. در این گزارش که دیروز منتشر شد آمده است که امارت اسلامی حق آموزش، کار، ورزش، اعتراض، مراقبت‌های صحی، حق زندگی عاری از خشونت، مشارکت سیاسی و موسیقی را از زنان گرفتند. هیدربار مسئول بخش زنان این سازمان از اعضای جامعه جهانی خواسته است که به جای ابراز تأسف، اقدامات عملی چون وضع ممنوعیت بر سفر رهبران امارت اسلامی را به اجرا بگذارند. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از شرط‌های اساسی جهان برای به رسمیت شناختن حکومت امارت اسلامی است. و خبر اخیر این که شمار از متقاضیان پاسپورت از مشکلات در روند توزیع آن شکایت دارند. آنان ادعا میکنند که این روند در ولایت کاملا متوقف است و ازدحام در کابل هم زمینه را برای فساد و کاروبار کمیشن کاران مساعد ساخته است. این در حال است که مسئولان ریاست پاسپورت هم متوقف بودن روند توزیع پاسپورت در ولایت را میپذیرند. آنان میگویند به خاطر بهتر انجام شدن این روند راهکارهای را می سازند که پس از آن توزیع پاسپورت در ولایت دوباره آغاز خواهد شد. این در حال است که شمار از افغانان به دلیل نبود خدمات و امکانات کافی صحی در داخل کشور در پهلوی انتقال بیمارانشان به کشورهای همسایه تلاش میکنند بیرون از کشور بروند که بیشتر آنان نیاز به گرفتن پاسپورت دارند. با سپاس از شما و همکاران بخش تکنیک رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از ژوندون. ممنون که بینندگی خبر از ژوندون بودید. تا دیدار، خدا نگهدار.